درود من بر همه دوستان و تمام عزیزان. من امروز خبر بزرگی رو شنفتم، بازم یک زن ایرانی، یک زن ایرانی وطن پرست که برنده جایزه کن شده، ولی زن ایرانی که جایزه کن فیلم رو گرفته، زهرا ابراهیمیش شد ریالیزه بار علی عباسی. خوشحالی و موفقیت برای من مفاهیم عمومی و جمعی هستن، هرچند در این لحظه خیلی خوشحالم، ولی بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز گرفتار مشکلات زیادی هستن غمگینه. دل من با آبادانه، دل من با گوشه و کنار خاک ایرانه. من اینجا، اما دلم با زنان و مردان ایرانه. مرسی بکنم. واقعا به این زن تبریک میگم و از این که در موقع صحبت از به آبادان صحبت کرده و به ملت ایران تسلیت گفته، واقعا کلی انرژی داد و خواستم ازش از راه دور تشکر کنم و بگم دنیا اینه. من از تمام خواننده ها، چه زن چه مرد که تالا سکوت کردن و تالا زندگیشو از بغل مردم ایران گذاشتن و تالا هیچ حرف و حرکتی در مقابل این آبادان و این مردمی که ریختن تو خیابون از گرسنگی و بدبختی و کشتار دارن زرج میکشن، صداشون در نمیاد. این واقعا جای تاسفه، نمیدونم چی بگم. بعضی از مردم که این روزها از سکوت قوم به کن رفته و بسیاری دیگر از سلبریتی ها درباره مشکلات کشور ناراضی‌اند، خطاب به اهالی سینما گفتند والا دیگر نمیدانیم با زن ستیزیتان کنار بیاییم، با متجاوز بودنتان، با سیاسی نبودن و خفه خون گرفتنتان، با فسادتان یا با رانتتان. این توییت به خوبی نشان دهنده وضعیت دشواری است که سینما و سینماگران ایرانی در آن گرفتار آمدند. فساد و رانت و تجاوز و تعرض و سکوت یا آنچه وسط بازی نامیده می شود، این سینما را مانند گرداب به کام خود کشیده است. ندار با دستای خالی بخورم شهر برگردم. اینجا آبادان است و آبادان می ماند. دریابین ملت و دریابین ایران و شما خواننده ها مخصوصا باید این کارا رو بکنین که مردم بیشتر بیان تو خیابون و کار رو تموم بکنن، نه که بشین تو خونه بذار آب از آسیا بگذره و بتونیم دوروبر ایران کنسرت بذاریم. نه، این درست نیست. چرا با مردم آبادان همدردی نکردید؟ حضوری بر فرش قرمز یک جشنواره جهانی که بازیگران و فیلمسازان در آن مورد توجه شدید عکاسان و فیلمبرداران و خبرنگارانند. یک بازیگر در صفحه‌اش و در همان روزهایی که در آبادان فاجعه متروپول رقم خورده بود، تنها با انتشار این عکس در وصف همکارش نوشت: باید این موقع است که حرکت می‌کنین و ملت رو نجات بدین و ملت وجود داشته باشه، با آرامش برسه که بتونم موزیک شما و عشق شما که بهشون میدین لذت ببره. الان نه موزیک دیگه کار میکنه نه هیچی، چون همشون مردم در غم و غصه هم. وکا بین ایرانمونو، دریا بین ایران عزیزمونو، نشینید تو خونه هاتون پشت سر کسای دیگه حرف بزنید و نمک دستاسی بکنید. آدم سیاسی نیستم، آدم ورزشی هستم. نه براندازی، نه اصلا بخواییم اتفاق عدیدی بیاریم. دنبال سیاست های بازیگری نیستیم، ما دنبال سیاست ها نیستیم، سیاست رو دنبال نمی کنیم. همه که به دنیا داریم. من داخل سیاسی هستم. ببخشید. داشت به نونسنگه که هم صحبت کنیم. خانم، نه من از سیاست گذارم، نه سیاسی هستم. آواز خونده به اسم ناجی، پس کسی که از مردم اطلاعی نداره، کسی که از جغرافی و از سیاست اطلاعی نداره، بگه اصلا نمیخواد تا داشته، چطوری آواز میکنم به اسم ناجی؟ من سیاسی نیستم. اون تاندانس سیاسی بودن اون نداره. اینو به خانم گوگوش میگم، عوض بچه تو بکوبی
برو حمایت کنم مردم ایران، برو خجالت بکش، برو خجالت بکش. من زن نما بودم، تو چی؟ تو که صد برابر مرد نماتر بودی، که تو همه جوره حال دادی به همه، به من چه بر بوده که بعد جای خودت میذاری. ولی بدونین باید تایمتونه که این کارا رو بکنیم برای ایران قدم بردارم. با امید روزای خوب برای ایران عزیزم. در حالی که آبادان و درد مردمانش از زبان اهالی سینما در کن فرانسه شنیده شد، باید به یک فیلم از دل آبادان هم نگاه کرد. این فیلم را یک زن آبادانی گرفته و شب گذشته همزمان با اتفاقات کن و درخشش زر امیر ابراهیمی در فضای مجازی منتشر شده. فیلمی که به یک اثر هنری آوانگارد میماند که برش‌های تکان دهنده را ثبت کرده از شکست هژمونی یک حکومت توتالیتر. حکومتی که هنوز هنرمندان کشور از ترس آن جرأت موضع‌گیری‌های شفاف را ندارند، اما این زن آبادانی از میانه خیابان‌های آبادان از مقابل صف نیروهای سرکوب می‌گذرد و هیمنه این حکومت را که بسیاری آن را پوشالی می‌دانند به باد تمسخر می‌گیرد. جسارت این فیلمساز گمنام و اثر هنری او تماشاگر را در برابر واقعیت رنج و خشم مردم و مقابله آن با ذلت سرکوب میخکوب میکند و این زن با فیلمی که ساخته جایزه خود را از مردم و تاریخ میستاند.